قاسم پرسید که آیا میشه با تجزیه تحلیل امواج مغزی فردی که داره خواب میبینه خواب اون فرد رو به تصویر کشید؟ شبیه این سوال رو چندین مورد داشتیم آقای دکتر. خیلی شایع هستش. ببینید، نه فقط ما میتونیم با امواج الکتریکی بدونیم که مغز در چه مرحله از خواب هستش. میدونید خواب چند تا مرحله داره. اولش که به خواب میریم، خواب امواج آهسته هستش که خودش سه مرحله داره. اول مغز امواج تتا ایجاد میکنه، بله امواج تتا ایجاد میکنه، بعدش به مرحله دوم خواب بی آگاهی یا خواب آهسته هست که سنترال شارپ ویا یا امواج نوکتیز مرکزی و دوکای خواب ایجاد میشه و کی کمپلکس ها ایجاد میشه که میرسونه مرحله دوم خواب آهسته هستش و بعدش دیگه خواب عمیق آهسته ایجاد میشه که امواج دلتا ایجاد میشن. این بعد از اون اولین خواب با حرکات سریع چشم هست که فعالیت مغز شبیه به حالت بیداری میشه، یعنی میرسونه که آگاهی شکل گرفته و امواج شبیه به بیداری ایجاد میشه که همون آلفا ها هستش. حالا فقط ما میتونیم بگیم که این طرف داره خواب وارد خواب حرکات سریع چشم میشه که حرکات سریعش هم میشه تو همون دستگاه الکترونسفالوگرافی ببینیمش، چون اونم به صورت یه آرتفکتی ظاهر میشه. ولی اینکه داره خواب میبینه یا نه نمیشه گفت، به خاطر اینکه اگر آدم بخواد خواب ببینه بایستی اون هسته مگنوس سلولار، یعنی هسته که سلول های قولپیکری داره که همون امواج پانسیزانویی پشت سری رو ایجاد میکنن و این موج باعث میشه که مغز قشر مغز تحریک شه و این رویاها رو ایجاد کنه، اینا ظاهر شد. ما نمیتونیم بگیم که در این حال داره مریض داره، این آقا داره خواب میبینه یا خانم و خوابش چی هستش. و اینا اینقدر هم پراکنده هستن، درست مثل رویای خواب، یه تشکل خاصی ندارن که بشه ثبتش کرد و اینو معنی بهش داد. حتی در بیداری هم چیزای خیلی ساده رو نشون دادن، مثلا عکس یک سگ رو نشون دادن و امواج که در قشر پشت سری ایجاد شده، اینا رو با دستگاه های بسیار ظریفی سعی کردن ببینن هیچ شباهتی به این سگ داره یا نداره، به چنین چیزی نتونستن برسن، تا چه برسه به رویاهای خواب که کار مغز بسیار در هم بر همه، نظم خاصی نداره. حتی اگر به رویاهای خوابم، البته رویاهای خوابی که گاهی معنی داره که در حالت نیمه بیداری ایجاد میشه کاری ندارم، ولی در رویاهای خواب واقعی اینقدر در هم بر همه کار مغز که هیچ گونه موج الکتریکی یا میدان الکتریکی یک دستی نمیتونه ایجاد کنه که بشه ثبتش کرد و پی برد که محتویات خواب طرف چی هستش. مقدار زیادی از این چیزا توی اینترنت هستش، توی یوتیوب هست، این چیزا هیچ کدامشون معنی علمی نداره. خیلی ممنونم. سوال بعدی که تکراریه، آلمین تو سوال نداری؟ من تا سوال دوستانو میخوام تکراری نباشی. خب اوکی، من یه سوال اومد. اوکی بپرس بپرس. میخوای بپرس؟ نه نه تو بپرس. تعداد سوال خیلی وقت ساکتی سوال نپرسیدی، گفتم نه. آخه امروز میخوام بدیم لایف چت بیشتر سوال کنم. اوکی. من سوالام طولانیه. عرض کنم آریا راستی پرسیده که آیا ما واقعا فکر میکنیم یا فکر میکنیم که فکر میکنیم؟ بله، این دوتا، هم فکر میکنیم و هم فکر میکنیم فکر میکنید. این متاکاگنیشن، ما هم کاگنیشن داریم و هم متاکاگنیشن داریم، یعنی هم شناخت داریم و هم فراشناخت داریم و ما هم خاطره داریم و هم مموری داریم، هم متا مموری داریم، هر دوتاش هستش. یعنی اگر ندونین که دارین فکر میکنین،
اون وقت فکرتون به آگاهی نمیرسه. وقتی فکرتون به آگاهی میرسه، اون وقت این توان هم در مغز پیدا میشه که میتونین فکر کنید که دارین فکر میکنید. یعنی این یه لول بالاتر هستش. این در متا، در واقع متایی بهش اضافه کنید، میتونید متا مموری باشه. یعنی وقتی من ازتون یه سوال میپرسم ولی جوابش به ذهنتون نمیاد، ولی میدونین که جوابش رو میدونین، این متا مموری هست. درست؟ مثلا من ازتون بپرسم، مثلا فکر کنید رئیس جمهور مثلا تانزانیا کی هستش، اگر قبلا میدونستینش ولی الان به ذهنتون نمیرسه، این میدونین که میدونینش. این فکرم همین جوریه، میتونین فکر کنین و اگر لازم باشه میتونین آگاه بشین از این که دارین فکر میکنین. اینو این متاه در کاگنیشن هم هست، در مموری هم هست، در تفکر هم هست، در تصورات و تخیلات و خلاقیت ها، در همه سطحی هست که دیگه بالاترین سطح فرایند مغز هستش که آگاهی از آگاهی های خودش ایجاد میکنه. پس هر دوتاش هست، هم میتونید فکر کنید و هم میتونید فکر کنید که دارید فکر میکنید و از این فکر کردنتون آگاهی پیدا کنید. متاکاگنیشن هست. یعنی شما میتونید بگین که خب باخبر این و از این باخبریتون هم باخبر هستید.